در این ویدیو با توابعی آشنا میشیم که مربوط به طول و اندازه رشته ها هست. تابع سایز رو داریم، ریسایز و لنز. در برنامه من دو رشته با نام های STR1 و STR2 دارم و دو دستور دارم برای چاپ این رشته ها در خروجی. در ابتدای برنامه من به این دو دستور احتیاج ندارم. اون دو دستور رو کامنت میکنم. با تابع سایز شروع میکنم. من میخوام که تابع سایز رو برای رشته STR1 فراخوانی کنم. STR1 رو تایپ میکنم، نقطه و نام تابع رو در ادامه قرار میدم. سایز، پرانتز باز و بسته و سمیکولن. تابع سایز هیچ آرگومان ورودی نداره و کاری که انجام میده تعداد کاراکترهای STR1 رو برامون برمیگردونه. اگه من از این خط دستور COUT بگیرم، تعداد کاراکترها رو در خروجی خواهم داشت. برنامه رو اجرا میکنم. عدد 15 در خروجی چاپ میشه که این عدد تعداد کاراکترهای STR1 هست. پس فراخوانی تابع به این صورت هست که نام رشته، نقطه و سایز رو تایپ میکنیم و بعد میتونیم از خروجی اون COUT بگیریم. تابع بعدی که در اینجا داریم تابع ریسایز هست. تابع ریسایز رو مثل تابع سایز برای رشته STR1 فراخوانی میکنیم. STR1.resize پرانتز باز و بسته و سمیکولن. تابع ریسایز داره دو اوورلود هست و در اوورلود اول اون یه مقدار اینت دریافت میکنه. مقداری که دریافت میکنه طول جدیدی هست که ما برای رشته در نظر میگیریم. اگر من در اینجا عدد 10 رو وارد کنم، طول رشته STR1 از 15 کاراکتر به 10 کاراکتر تغییر میکنه و اگر از STR1 خروجی بگیرم تنها 10 کاراکتر رو در خروجی چاپ میکنه. دستور فراخوانی تابع سایز رو هم در اینجا قرار میدم تا سایز رشته STR رو بعد از تغییر سایز ببینیم. پس ما ابتدا تابع ریسایز رو فراخوانی کردیم، طول رشته رو به 10 کاراکتر تغییر دادیم، در این خط دستور سایز رو فراخوانی میکنیم و میخواییم که سایز رشته STR1 در خروجی چاپ بشه و بعد خود STR1 رو در خروجی چاپ میکنم. عدد 10 که تعداد کاراکترهای این رشته هست و ما با استفاده از تابع ریسایز اون رو تعیین کردیم در خروجی چاپ میشه و تعداد 10 کاراکتر از STR1 هم در خروجی به عنوان مقدار STR1 چاپ شده. تابع ریسایز یه اوورلود دیگه هم داره. اگه من در اینجا در خط تعریف رشته مقداری رو برای رشته در نظر نگیرم، من میشم زمانی که رشته رو ریسایز میکنم با یک کاراکتر تمام خونه های این رشته رو مقدار دهی کنم. تابع ریسایز برای STR1 فراخوانی شده. STR1 فاقد مقدار هست. یک رشته با طول 10 با کاراکترهای شارپ میخوام در خروجی چاپ کنم. کاری که این اوورلود انجام میده این هست که سایز رشته رو تغییر میده، علاوه بر اون برای تمام خونه ها کاراکتر شارپ رو در نظر میگیره. دوباره برنامه رو اجرا میکنم. سایز رشته در خروجی چاپ میشه و تعداد 10 کاراکتر شارپ هم در اینجا چاپ شده. فراخوانی تابع سایز برای سایز رو دیدیم. در اینجا من میخوام تابع لنز رو برای STR1 فراخوانی کنم. مقدار STR1 رو هم به حالت قبل برمیگردونم و در اینجا تابع لنز رو برای STR1 فراخوانی میکنم. تابع لنز رو مثل تابع سایز فراخوانی میکنم و کاری که تابع لنز انجام میده مشابه کار تابع سایز هست. و اینجا COUT رو دارم، نام رشته، نقطه و تابع لنز رو در اینجا فراخوانی میکنم، پرانتز باز و بسته و END. برنامه رو اجرا میکنم تا طول رشته STR1 رو در خروجی ببینم که عدد 15 در خروجی چاپ میشه و میبینیم که تابع لنز و سایز هر دو یک کار رو انجام میدن. در آموزش ما با توابع سایز، ریسایز و لنز آشنا شدیم و دو اوورلود برای ریسایز فراخوانی کردیم.